بودجه سال 1404 محل مناقشه و کشمکش بین باندهای مختلف رژیم همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد تا به همین موضوع بپردازیم سلام میکنیم به شما آقای عبدالله نژاد خوش اومدید به گفتگوی این ساعت ما با تشکر از شما که این فرصت رو دادید من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی بله در ادامه بحث بودجه در عین اینکه باندهای مختلف هم روی کلیات بودجه صحبت کردم و در کمیسیون تلفیق هم این موضوع تصویب شد ایده از نمایندگان مجلس علیه اون هشدار دادن می‌خواستیم ببینیم که موضوع از چه قرار بوده شما در این رابطه برام بگید بله تو این رابطه تو جلسه علنی مجلس بحث کردن با همون تو که گفتید با 116 رای اینو تصویب کردن به 146 رای اینو تصویب کردن و باندای مختلف رژیم البته این موضوع علی رغم تصویبش خب دعوا دارن یعنی در واقع جنگ گورکا اینجا هم بر سر غارت اموال مردم نه اینکه بخواد به نفع مردم چیزی بگن سر این با هم دیگه دعوا دارن تو این لایه بودجه خب بخش نظامی 200 درصد افزایش پیدا کرده این یعنی تقریبا سه برابر شده و این نشون میده سمت سوی سیاست خامنه ای در واقع همچنان ادامه جنگ و جنگ افروزی در منطقه و همچنین سرکوب بیشتر هرچه بیشتر مردمه که به هزینه میکنه برای اقدامات سرکوب گرن. نرخ تورم در این بودجه 20 درصد در نظر گرفته شده ببخشید 30 درصد در نظر گرفته شده این در حالیه که افزایش به حقوق کارمندان 20 درصده که البته این 30 درصدی هم که میگه نرخ تورم خب واقعی نیست به طور واقعی در خیلی جاها 60 70 و بعضا بحث 100 درصد تورم هم هست که در نتیجه با این بودجه ای که الان پیش بینی شده خب بازم سفره های مردم کوچک و کوچکتر میشه چون حقوقا متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده یعنی ببخشید علی رغم که تورم 60 درصد هست ولی با. اومدن بودجه رو با 30 درصد تورم. تورم بله بله, بله. علا رغم این در حالی که خب واقعیت اینه که تازه حالا همین 30 درصد هم حتی اگه باشه افزایش حقوق 20 درصده یعنی بله. چه بازم به نسبت مردم باز فقیرته بله, بله. از اون طرف یه نکته است که تو لایه بودجه که این لایه بودجه در واقع زیر مجموعه برنامه هفتم توسعه است به اصطلاح خودشون که میخوان انجام بدن حالا یکی از این نماینده های به نام پژمانفر اومده گفته که همین بودجه با اون برنامه هفتم هم هیچ گونه هماهنگی نداره و ما اگر از هم اول خشت و کز بذاریم دیگه ببینید تا آخرش به کجا میرسه از اون طرف خب اعتبارات در این سال گذشته 16 میلیارد بوده الان اومدن کردند که 12 میلیارد برای 4 میلیارد تومان این وسط معلوم نیست 4 میلیارد دلار این وسط معلوم نیست چی میشه خب این در واقع خود نماینده مجلس میان میگن که احتمالا رژیم میخواد اینقدر از ناسو گیرون بکنه و کمیاب بکنه که مثلا اگر مصرف سرانه گوشت به طور مثال یک کیلو بوده الان میشه نیم کیلو یعنی به طور واقعی همچون فشاری به مردم میارن یا از اون طرف در ابتدا اولین دولتیه این دولت که از همون شروع کار استخراج کرده هم از صندوق توسعه ملی به اصطلاح 700 میلیارد استخراج کرده از اون طرف اینا رو نیومده در مسیر توسعه عمرانی قرار بده بلکه برای مصارف جاری این کار کرده یعنی مثل اینه که در واقع یکی بیاد تو خونش فرش خونه رو بفروشه برای مصارف روزانه که خب این وضعیت دیگه معلومه به کجا میرسه در همچون وضعیتی و فشارم به مردم هر روز بیشتر و بیشتر میشه مثلا یکی از درآمدهای اصلی که بودجه رو روش بستن خب دو تا پایه که بیشتر نداره یکی نفت یکی مالیات بر مردم مالیات بر مردم که تا جایی که تونستن افزایش دادن موضوع نفت هم همش اما اگره اینکه چقدر نفت تولید بکنن و اگر تولید بکنن چقدرش بتونن بفروشن و اینکه قیمت نفت چقدر خواهد بود به دلیل همین عدم تعیینایی که تو صحنه بین‌المللی وجود داره و اینکه قیمت دلار چقدر خواهد بود تمام این اگر ها و اما ها در هم ضرب میشه که تازه اگر یکی از این اگر محقق نشه تمام این سیستم بودجه رژیم عملا به هم میخوره یعنی همه چیز روی در واقع روی آب سایه پای سست سا سا یعنی و بی‌اعتباری وجود داره تو همین رابطه خوب این محسن رنانی یک اقتصاددان حکومتی اشاره کنم بهش می گفت در واقع وضعیت اقتصاد ما الان مثل یک شهرک صنعتیه تشبیه کرده به یک شهرک صنعتی که علی رغم اینکه خب برنامه توسعه داریم یک قانونی داریم اینا داریم ولی در شرایطی که در کل شهر رو آب فرا گرفته تو باطلاق فرو رفته در هیچ که حاضر نیست یه همچون جایی سرمایه گذاری بکنه و الان در باطلاق سیاست سیلاب بی ثباتی زمینگیر شده این واژه خودشه یا در یک جای دیگه گفته بود حتی هر نسخه اقتصادی ما بپیچیم برای این مسئله مثل اینه که یک دکتر یه نسخه برای بیمار میپیچه ولی اون بیمار به اون دکتر اعتماد نداره که بخواد بره داروهاش تهیه بکنه بخره مصرف بکنه تا بیماریش خوب بشه یه جا گفته بود در نظر سنجی ها که انجام درصد کارآفرینان به اقتصاد رژیم هیچ امیدی تو این رابطه ندارند بعد از اون طرف وضعیت برق، گاز، آب اینا همه دوچار بحران و در شرایط بحرانی قرار داره. حتی روزنامه حکومتی کیهان یه نکته قابل توجهی نوشته بود. نوشته بود که نتیجه عملی شدن بودجه 1404 در واقع روشن شدن موتور تورمه. یه همچنان توصیح. موتور تورم که روشن میشه یعنی باز گرونی بیشتر، بیکاری بیشتر، فقر بیشتر. کمتر. بله. بله. حالا در رابطه با همین وضعیتی که الان شما توضیح دادید وضعیت بودجه کشور وضعیت تورم خب پزشکیان و کابینهش چه جوابی نسبت به این هشدارها دارن عملا هیچ جواب اقتصادی برای این تضادها و مشکلاتی که مطرح میشه از طرف خود بانتای درونی رژیم ندارن نکته قابل مثلا همین پور محمدی که رئیس سازمان برنامه بودجه است صحبتاش پیش از تلویزیون خود رژیم پخش شد حرف رژیم بود میگفت که در حدی که ما میدونستیم و در حدی که ما میتونستیم این بهترین بودجه ممکنیه که ما میتونستیم و بلد بودیم بیایم تنظیم بکنیم بعد میگه بعضی از دوستان میان یه سری پیشنهادات میدن همه پیشنهادایی که میدن ته یا منجر به این میشه که ما باید بریم پول چاپ کنیم که این باز یعنی تورم و گرانی بیشتر یا بیایم مالیات رو افزایش بدیم که باز یعنی فشار هرچی بیشتر به مردم که دیگه میگفت مردم دیگه ظرفیت بیشتر از این ندارن که بخوایم بیشتر از این فشار بیاریم روی مردم و چون ماکسیموم فشار رو به طور واقعی مردم آوردن بعد گفته بود الان شرایط حساس وضعیت کشور یا یکی از این نماینده های مجلس هادی قوامی اونم تو جلسه علنی مجلس تو صحبتاش گفته بود اگر بخوایم به این بودجه رای بدیم مثل اینه که بیاییم به استمرار قیام مردم ایران رای دادیم این ای همچون توصیفی کرده بود در واقع هم که گفتم جواب اقتصادی براش ندارن و از اونجایی که همشون دنبال حفظ نظامن حفظ نظامن برای قرارات چپاول بیشتره از دو طریق هم که بیشتر نمیتونن در مقابل قیام مردم ایران باید صد ببندن یکی از طریق جنگ افروزی که بودجهش تصویب کردن سه برابر کردن یکی هم از طریق افزایش اعدام ها و سرکوب و چون میدونید که الان اعدام هم هر روز داره بیشتر میشه تو همین مهرمای گذشته دیگه آمار 150 تا رو خود رژیم تو رسانه ها اعلام کردن البته آمار واقعی خب مطمئنا بیشتر از این یا میاد مثلا انگشتان دست دو نفر رو تو ارومیه قطع کردن پنج نفر دیگه الان تو نوبتن یعنی جواب رژیم به مشکلات اقتصادی یک جواب اقتصادی نیست بلکه از یک طرف جنگ افروزیه و از یک طرف سرکوب هرچی بیشتر که ولی خب خب همین سرکوب هم باعث میشه که قیام مردم در واقع و اعتراضاتش بیشتر بشه یعنی اینجور نیست که آب خوشی از گلو این رژیم بتونه پایین بره بله. خیلی ممنون از شما از شرکتتون در این گفتگو و پاسختون منو متشکرم از خیلی ممنون شما